در یک زمان در دوره‌های خواجه نصرالدین سه مرد بودند که با هم معامله دوستی داشتند. روزی از روزها یکی از آنها صاحب منصب شد و رئیس محله شد. و چون این حادثه روی داد، دو نفری باقی مانده که با وی دوست بودند، چو دیدند که دوستشان مثل پیشتره با آنها رفت و آمد ندارد و وقتی کافی ندارد که با آنها مثل پیشتره صحبت های طولانی داشته باشد، به خلاصه آمدند که وی دوستشان مثل پیشتره نیست و از خود رفته است و باید یک علاجی کنند که از منصبش او رو یعنی که برورند. و در این اندیشه روز از روزها از ساحلی یک دریای می گذشتند که ناگهان در آنجا دیدند که خواجه نصرالدین در ساحلی دریا بود و خرچنگ می داشت. خرچنگ ها رو داشته در سبد، یعنی در سبد می پرتفت و این چونین جمع می کرد. یکی از این دوست ها به خواجه نصرالدین مراجعت کرده گفت: خواجه، تو چرا این سبد تو به سرپوش است؟ تو باید که به این سبد سرپوش کنی، چون که این خرچنگ ها به بیرون برآمده نگریزند. خواجه نصرالدین تبسم کرد و گفت: ای رفیقان، شما در اندیشه نباشید، نگران نباشید. این خرچنگ ها، اگر یک توی خرچنگ برآمدنی که شود، دیگر خرچنگ ها نمیمونند که به بیرون براید و گریزد. پایان قصه. و چون ما میدونیم که این قصه های خواجه نصرالدین قصه های افند، یعنی که قصه های عبرتی است، در اینجا با این قصه خواجه نصرالدین گفتنی است که یعنی که چون یک آدم در جمعیت پیشرفت که شد، یعنی که صاحب منصب شد، صاحب پول و مال شد، صاحب شان شد، حتما همراهان وی و اونانی که با وی یار و رفیق بودند اکثر وقت با او دشمن می شوند و مثل این خرچنگ ها، یعنی که همین خیال میکنند که وای به پیش نرود و به پایان رود و باز همراهی آنها شود. و ما اکثریت جمعیت ما از پسی همین، از پشتی همین خیال کمبودی ها، رشک و حسد و بغض و کینه به یک دیگری پیش نمی رود. یعنی که یکی که از بین ما پیش رفته که شد، با معرفت شد، با پول و مال شد، با شان و شرف شد، حتما ما حرکت میکنیم که یک تأثیر ضرر‌آور را رسونیم تا کارهای او بی‌برار شود و او به یک یعنی که کمبودی دچار شود.